سلام دوستان من مرداد هستم اینجا آشپزخونه خودت آشپزخونه مرداد پزه تو یه سری از ویدیوها من از لفظ بنشن استفاده کرده بودم خیلی از دوستان میپرسیدن بنشن به چه معناست این ویدیو گفتم در مورد بنشن یه توضیح بدم و روش های نگهداری بنشن رو بهتون بگم تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب اینجا ببینید یه سری حبوبات من دارم. حالا لوبیا قرمز، لپه، لوبیا چیتی، ماش، عدس، لوبیا سفید یا نخود یا هر چیز دیگه مثل لوبیا مثلا چش بلبلی یا خیلی چیزای دیگه. خب دوستان به مجموعه ای از این حبوبات که تو اکثر آشپزخونه های ایرانی هستش حالا ممکنه واسه انواع اقسام خورشتا یا آشها استفاده بشه میگن بنشن یعنی بنشن هم واژه جمع حبوبات هستش که البته بنشن خودش همون به معنی حبوبات هستش که به قول معروف انواع اقسام داره و منتها چیزی که مهمه روش نگهداریه اگه حال و رو نداری بونچن رو تازه تازه بگیر نگهدار ولی اگه نه خب معمولا یه چیزی که دیگه شما مثلا میخوای بری یک کیلو لوبیا بگیری این یک کیلو لوبیا معمولا سریع استفاده نمیشه توی خونه یه مدتی میمونه تا آخر این ویدیو با من باش که بهت بگم این حبوبات رو چجوری نگه داری با روش خیلی راحت و خیلی آسون خب اون مقدار بنشن مورد نیازتون رو اول خوب پاک کنید بعد بریزید داخل یه صافی حالا من اینو واسه نمونه انجام میدم ببینید قشنگ با آب اینو بشوریدش خب الان که نم داره دقت داشته باشید زیاد نباید اینجوری نمدار بمونه ها چون خیس میخوره خب الان که نم داره روش و نمک میپاچید نکنید این نمک تکونش میدیم میریزیمش روی یه جا میذاریم خوش بشه حالا میتونی روی پارچه ی چیزی بریزیدش خب این بهترین روششه خشک که شد بریزید داخل یه ظرف دربسته بذارید یه جای تاریک و خنک. بمونه یه سری از دوستان پاک میکنن میذارن داخل فریزر ببینید فریزر هم اگه حشری ها موجودی داشته باشه داخلش میمیره ولی مثلا واسه یه چیزایی مثل لوبیا مثل لپه مثل عدس باعث خورد شدن یا دوپوس شدن حبوباتتون میشه مثلا عدس و عدسی میذاری تمام دو پوست میشه یا لوبیا رو مثلا همین لوبیا میخوای درست بکنی همش دو پوست میشه امیدوارم که این ویدیو به دردت خورده باشه اگه تو هم چیزی بلدی حتما توی کامنت ها بنویس که بقیه استفاده بکنن یادت هم نره که جات اینجاست این لایک این رو حتما بزن که انرژی بگیریم مخلص